با سلام آغاز میکنیم درس چهارم لکسیون فیا درس چهارم از سری برنامه های آموزش زبان آلمانی. در سه جلسه گذشته من مکالمه خیلی ساده زبان آلمانی و احوال پرسی رو به شما یاد دادم. الان شما میتونید کلماتی مثل خوب، کلماتی مثل خیلی خوب، کلماتی مثل متشکرم یا مرسی اینا رو بگید و اون مکالمات رو ما غیر رسمی گفتیم. اینا غیر رسمی هست. الان من یه گام میام بالاتر و مکالماتی رو به شما یاد میدم، همون مکالمه رو تبدیلش میکنیم به مکالمه رسمی، یعنی جایی که مثلا میخواد با یه پروفسور، با یه کسی که نمیشناسید، با یه مشتری که با هم ارتباط دارید ولی به دوست نیستید، همکار هستید، ممکنه بالاخره میخواید با هم رسمی تر صحبت کنید. و این خیلی مهم هست، اینو بدونید که تو زبان آلمانی اگر کسی رو غیر رسمی که نمیشناسیدش به صورت غیر رسمی باهاش صحبت کنید، این یه به حساب هیچ چیز خوبی، تصویر خوبی باقی نمیگذاره از این کار شما و این بالاخره درست نیست. بهشون بر میخوره قاعدتا، چون با بچه های کوچیک آدم به صورت غیر رسمی صحبت میکنه و اگه شما به یه فرد بزرگسالی که نمیشناسه اینجوری صحبت کنید ممکنه بهش بر بخوره، بگه من که بچه نیستم مثلا. خب اگرم کسی با شما اینجوری صحبت کرد که نمیشناسهتون، باز باید متوجه باشید که کار درستی نمیکنه اون طرف که غیر رسمی صحبت کنه. خب البته هالو رو که گفتیم، این هالو رو میتونید بگید چه به صورت رسمی چه صورت غیر رسمی. فعلا ما اینو میذاریمش، هالو رو میذاریم باشه. خب میذاریم همین هالو باشه. و وی گیتس گفتیم، وی گیتس، یا میتونیم اینجوری بنویسیم وی گیتس، یا میتونیم بنویسیم وی گیت اس دیه، چطور میره اون به تو. خب این غیر رسمی بود، این فرمال بود. حالا اگه رسمیش بخوایم کنیم، چطور میره اون به جای به تو، دیه به معنی به تو است، دیه مساویه با به تو. خب حالا پس به تو رو باید کنیم، به فارسی میگیم شما، درسته؟ پس باید بگیم چطور میره اون به شما. خب چیکار کنیم به جایش؟ میایم به جای دیه می نویسیم اینن، اینن. این های وسطی خونده نمیشه، یه ذره فقط ای رو میکشه. اینن، وی گیت اس اینن، اینن. همون اینو جمع ببندی میشه اینن، اینان، اینن. خب اینن، وی گیت اس اینن. خب این فرم دیگه خلاصه نداره بگیم مثلا وی گیت اس، وی گیتس، مثلا اونو پاک کنیم به جای اس اینن بذاریم اس، این دیگه خلاصه نداره، این دیگه غیر خلاصه است. به خاطر همین ما در جلسه قبلی من سعی کردم شما رو با فرم غیر خلاصه آشنا کنم که وی گیت اس دیه بود. اون الان، اونت یعنی و، اونت الان، یتست یتست الان، یتست یتست اینن. به جای دیه می نویسم اینن. کی این کار کردم؟ الان این کار کردم، یتست یتست یتست. خب وی گیت اس اینن. خب جوابش که دیگه رسمی و غیر رسمی نداره، میتونه بگه دانک، میتونه بگه گوت دانک. خب حالا بخواد بگه و به تو چطور میره، ما توی غیر رسمی داشتیم اونت دیه. خب اینجا به همون ترتیب دیه تبدیل میشه به اینن، اونت اینن، و به شما چطوری میره. و در اصل به این معنیه که اونت وی گیت اس اینن، اونت وی گیت اس اینن، اینو به قرینه لفظی جمله‌ای که سوال کرده حذف میکنیم، اونت اینن. گود دانکه، اونت اینن.
خب مطابق معمول آخ آخ ببخشید آخ گوت آخ گوت دانکه آخ گوت دانکه. خب بعد میگید اون میگه خدافظ، یعنی اون از سر راه هم دیگه رو دیدید دارید اون از این ور میاد شما از اون ور میرید، هلو فلانی وی گت هلو وی گت سینن وی گت سینن، نمیشناسید شما وی گت سینن پروفسورتونه فلان، حالا نمیپرسن قاعدتا تو راه که دارید میرید پروفسور حالت چطوره، ولی کالا حساب کنید اینجوریه وی گت سینن گوت دانک اون اینن آخ گوت دانک. حالا تو راه روی نمیدونم دانشگاه دیدید یا یه جای دیدید این طرفو که نمیشناسید، یا یه شخصی پروفسور حتما نباید باشه، یه شخص مسنتریه که به حساب فرم باهاش رسمی صحبت میکنید، میپرسه هالو میگید هالو وی گت اس اینن، اون میگه گود دانک اون اینن، شما میگید آخ گود دانک، حالا اون میره راه خودشو شما میره راه خودشو، همیشه میگید چوس چوس. ببینید این او رو که من اینجا گذاشتم دو تا نقطه گذاشتم بالاش، خب اینا بهش میگن اوملاوت به این دو تا نقطه. خب این چی کار میکنه؟ کارش اینه که این لبای شما رو قنچه میکنه. ببین حالا اگه کسی لبش خیلی قنچه است باید قنچه ترش کنه، اگر هم یکم گشاده باید یکم جمعش کنه. بالاخره چوس چوس اینجوری خونده میشه چوس. خب چوس اینم بذار قنچهش کنم. خب چوس چوس چوس. خب دقت کنید این چوسی رو که من اینجا نوشتم بسیار کاربرد داره تو زبان روزمره، خیلی میشنوید. بعضیا میخوان مثلا خود یکم هم ناز بیان و اینا موقع خدافظی یکم میکشنش. خب چوس میکشن یه ذره اونا که ناز بیان یه ذره چوس چوس. کلمه ایتالیایی چاو هم میتونید به کار ببرید، چاو میگن بعضیا، البته این دیگه خیلی غیر رسمیه. چاو چوس چوس هم مثلا بهتر آدم نگه به استاد و اینا، ولی یا کسی که نمیشناسه، ولی مهم نیست چوس، مثل هالو هست یه چیزی میانه ای هست، یعنی بگید اصلا مشکلی نداره، ولی چاو دیگه مثلا خیلی دوست باشی چاو چاو، بعضی موقع هم حالا یارو میگه چاو چاو دو تا چاو میذاره لاتینیش میکنه مثلا یا ایتالیاییش میکنه اسپانیاییش میکنه. خب چوس پس چوس شد بای، همون بای خدافظ. دقت کنید اگر این کیبوردتون این او رو نداره او رو نداره او او دقت کنید قنچه کنید لباتون رو وقتی میگید او رو نداره یه او بذارید با یه ا بذارید، این میشه خود به این کلمه او، او مساویه با او ا. خب یعنی یه موقع خواستید یه متنی بنویسید یا یه چیزی این او رو نداشتید اینجوری بنویسید به کار همونو میکنه مطابق. خب چوز پس یعنی خداحافظ، نه خیلی فرمال نه خیلی اون، این هم غیر این فرمال یه چیز میانه هست مثل هالو چوز. اونم میگه چی؟ اونم میگه چوز. خب پس هر دوتون گفتید چوز، اون میره سر کار خودش تو هم میره سر کار خودت. خب 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 دان درس امروز هم پس در اینجا به پایان میبریم و من از شما یه بار فقط این سوالا رو میپرسم و شما جواب میدید به من. خب مثل دانش آموزای خوب، مثل دانش آموزای گوت یا زر گوت یا به معنی اودا زر گوت جواب میدید به من. خب بگید سلام حال شما چطوره؟ هالو وی گت اس اینن، هالو وی گت اس اینن. جواب بدید خوبم مرسی و شما خلاصه بگید گوت دانکه اوند اینن،
بگید منم خوبم مرسی. آخ گود دانکه. بگید خداحافظ. چوس. اون یکی هم میگه خداحافظ. چوس. منم میگم خداحافظ. چوس. خب پس تا فردا، تا برنامه بعد، تا فردا میشه بیس. بیس مورگن. بیس مورگن. چوس. بیس مورگن. بیس مورگن. چوس. بیس مورگن. چوس. بیس مورگن.